کادرهای جوان افغان که احساس ملی دارن، شناخت دقیق از وطن دارن بیاید. اینال این ما مستند گپ زدین. انجینیر صاحب سایلا جان با وجود که یک دختر جوان نازنین زیبا و خوشگل است، جرات میکنه میای افغانستان شما زمینه را برابر کنین. یکی از دکترای مجرب شفاخانه نور که ما را تجدید خاطرات قدیم کردند و چی بیتای بسیار قشنگ گفتند. اینجا امروز در اوپننگ این نمایشگاه زیبای آقای هاشمی تشریف آوردن. از خودشون خواهش میکنیم که خود معرفی کنن و ما را بر لحظات ببرن به شفاخانه نور. از وقتی که چشمم به چشم آن چشم پری چشم افتاد، از چشم پری به چشم من چشم افتاد. چشمم زمیان چشم تو گزید. این چشم چه چشم است؟ چه چشم است؟ چه چشم؟ چشم آن دارم که از چشمم نیندازی. با چشمانت که چشمانم با چشمانی تو می نازم. به به. از وقتی که چشمم به چشم آن چشم پری چشم افتاد، از چشم پری به چشم من چشم افتاد. چشمم زمیان چشم تو گزید. این چشم چه چشم است؟ چه چشم است؟ چه چشم؟ برای چشم سفیدام اینا دارن یک توصیه. یکی از دکترای مجرب شفاخانه نور که ما را تجدید خاطرات قدیم کردن، بیتای بسیار قشنگ گفتن. اینجا امروز در اوپننگ این نمایشگاه زیبای آقای هاشمی تشریف آوردن. از خودشون خواهش میکنیم که خود معرفی کنن و ما را بر لحظات ببرن به شفاخانه نور. میگه خودم اینجا دلم در پیش یارم کمان وطن است. بدست نازنین افتاده کارم، بدست نازنین شهر خوبان، خدا دانه چه میشه روزگارم. این بیوطنی ما را به کجا میرسن؟ نام ما سید عبدالله است، تخلص حبیب. در سال 1945 در افغانستان متولد شدیم. مکتب حبیبیه را خلاص کرده فاکولته طب کابل خواندم. بعد از 5 سال در شفاخانه نور با اسم دکتر چشم کار کردیم. بعد از 5 سال دیگر در انگلستان برای تخصص چشم رفته بودم. بعد از اون متاسفانه از مملکت گریزان و در امریکا آمدیم و مدت 20 چند سال امروی جورج واشنگتن یونیورسیتی در شعبه چشم کار کردیم. پیش از اینکه سر صحبت های اصلی بیارین، اگر در افغانستان شما را بگویم که چشم خائنین بکشین، اولین خائن که خود بود که چشمش از امی عدقه بکشه؟ اولین خائن وطن فروش ها خود بود. وظیفه هر افغان است که چشم وطن فروش ها را بکشه تا نبینن که وطن خود دیگه بفروشن. درمان چشم سفیدی چی است؟ اخلاق درمان از اوست. یک آدمی که تا اخلاق نداشته باشه چشم سفیدش درمان نمیشه. آقای حبیب یکی از دکترای مجرب شفاخانه نور کابل که به دارالامان موقعیت داشت و شاید مال داشته باشه، از شفاخانه نور کمی بگوین که در او وقت چطور بود، وضعیت چطور بود؟ ما رؤسای جمهور متعدد را دیدیم، پادشاهای متعدد را دیدیم. کدام زمان بر وفق مراد شما بود؟ یک دکتری بود به نام دکتر هارپر، اصلا از نیوزیلند و خانمش هم انگلیس بود، خودش به انگلستان تدریس کرده بود یا تحصیل کرده بود. این دکتر آرپر ما ملاقات کردم در وقتی که خدا بخشه پدر ما کترکت چشم داشت و یک چشم بشه کترکت عملیات میکرد. این وقت بود که هنوز حکومت سردار داوود خان بود ما بین افغانستان. او آدم بعد از نزدیکا اینا همراه فامیل ما یک آرزو داشت که اگه بتانه شفاخانه در ما بین کابل افتتاح کنه و متاسفانه کسی برای زوب موقع نمیدادن اینا. همین یک بدبینی ها مقابل بیرونی ها بسیار زیاد بود. این آدم یک کریشتین متدین بود، نیوزیلند بود، خانمش از انگلیس بود، اما امرای انگلیس و به انگلیس بسیار کار کرده بود. انگلیس ها سابقه خوب ندارن نه؟ سابقه؟ افراقه پر تو حکومت که؟ روز آدم میبینه که کی آدم کمک گرفته میتنه. خب بالاخره حکومت سردار داوود خان خلاص شد و دکتر یوسف خان به صدر اعظم افغانستان مقرر شد و اینجا یک کسی به نام ابراهیم سرای مجید وزیر صحی افغانستان مقرر شد. ابراهیم مجید با کمک باز دیگه مردم ها تا نیست که یک اجازه نامه برای یادم بگیرن تا که یک شفاخانه را به افغانستان تأسیس کنن. اینا با کمک کریستیان کمیونیتی دنیا، انگلیس، جرمنی، امریکا، اینا کمک را گرفتن و یک شفاخانه را به نام شفاخانه نور افتتاح کردن. سیاسی نبودن. یک شوخی کتن کنم دکتر صاحب. خواهش میکنم. میگه عالم تمام گشتم و دلبر نیافتم، هر کس برای مطلب خود دلبری کنه. میگن که انگلیس ها به خاطر منفعت شخصی خود سالها در افغانستان زندگی کردن، اهداف داشتن. امیدوار هستم که به شما بر نخوره. این قصه را میخوایم یک تجدید خاطر کنیم. هر کسی که ببینین برای مفاد شخصی خود کار میکنه. اما هدف زیاد چی بود؟
خب مفاد شخصی مملکتشان بوده، هرچی که بوده مفاد امریکایی ها چیست، مفاد شخصی مملکتشان است. ببخشید من بسیار پیشتر میرم. ما یک معلم داشتم به نام عبدالغفور رحیل پروانی، از مردم پروان بود، معلم صرف 5 و 6 مکتب ما بود، طب شعرم داشت، میگفت که فصل گل آمد ولیکن موسم گرما نشد، از اراس باد سرسر پندک گل وا نشد، هر کی را بینی بروی نفع شخصی عاشق است، هیچ فرد خواستگار و طالب معنا نشد، دردمندانیم ولیکن چاره جز صبر چیست، یک طبیب عازقی از بحر ما پیدا نشد. هر کس بر مفاد شخصی خود کار میکنه. شفاخانه نور در زمان صدارت اواخر صدارت دکتر یوسف خان افتتاح شد و سر نام ازی یک ذره جنجال بود که ما چی نام بالیم به یه اول یک مکتب بلند انستیتیوت افتتاح کردن و یک مجلسی که ما هم ششته بودم اینا گپ زدن که نور، ما پیشنهاد کردم که نور، گفتن نور چیست؟ ما گفتم که نیشن افتالمیک ارگنایزیشن ریهابلیتیشن، نیشنل افتالمیک ارگنایزیشن ریهابلیتیشن، نور به زبان فارسی ما روشنی ما نام میده. شما نقش داشتین؟ ما از شروع افتتاحش تا به وقتی که برامدیم به افغانستان زنده باد شما، خیلی نام شما ثبت تاریخ زرین افغانستان است به حساب، چرا نور یگانه شفاخانه چشم بود در افغانستان و است. حتی ما به ایران و پاکستان برای بسوی شفاخانه نور شفاخانه مجهز نداشتیم. پوزیشن شما چی بود؟ ریاست شفاخانه پیش ما هیچ وقت نبود، ما دکتر بسیار عادی بودیم. یک وقتی که نظر محمد خان سکندر رئیس وزیر سیه شد، ای آمد و میخواست که یک سلسله دکترای افغانستان بیای و اخبار شفاخانه نور بده، کدام اخباری نبود. از من که خواهش کردم برای دکتر نظر محمد خان گفتم که شما حکومت هستین، یک آدم هم مقرر کنین، اینا یک کس را به نام اوتکی باید رئیس شفاخانه نور مقرر کرد، پیش از او امریکایان رئیس بودن یا اینا. بسیار تشکر، ما را بردن به دور دستای وطن. دکتر صاحب نجیب هم میگن دکتر چشم بودن، میشناختین؟ نجیب هم دوره تقریبا یک سال از ما پایانتر بود. شخصیت سیاسیش چون به افغانستان نبودیم و خودم مطلع نیستم، حتی پدرش هم میشناختم. یک آدمی بود که یک وقت مامور بود در پشاور پاکستان، مامور بارچالانی، چهار نفر طالب کی پشتیوانی میکنه، کی اسلحه میته، کی میرسنه، گپ بسیار مغلق است. یعنی آشتی کردن توجیه نداره؟ نه قطعا، منبع باید گرفت پیدا شود که من نمیفهم کو منبع کجا است و چی است. بسیار تشکر. آدم سیاسی نیستم. بله، میگه دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد گشت، دوستی با گرگ آدم خور کردن مشکل است، ظاهرش یک رنگ دارد باطنش افتاد رنگ. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود. به نهایت شکر جناب دکتر، بر شما موفقیت آرزو میکنیم. از اینکه شما در اجرت هستین یکی از افتخارات جامعه افغانی است، ما سبب خرسندی ما. شکر که خوب هستین. ما همه خبرتان میگم که اولاد ما به اجرت تولد شده، دختر کلان ما لایر است و بچه ما یونیورسیتی ورجینیا تک خوانده، یک انجینیر کامپیوتر است. میگه که پسر گر ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانه شما خانش پسر، پدر خوب داشته، ریشه قوی بوده. مجددا تشکر. سال سراسری خو آرزوی کل افغان هاست که ما ببینیم مملکت ما رقم سالهای قدیم دوباره به سال و امنیت زندگی میکنن و اینجا یک آرزو داریم که هر بزنس را و هر افغان ما که به نام ایمانه موفق باشن، که انشاءالله موفق خواهد بودن. بیشتر برتان گفتم که سنت های مرد سالاری در افغانستان متاسفانه هنوز هم رایج است، اما در اینجا خوش میشیم که بانوان کارایی را داره که در افغانستان کارای مردانه میگفتیم، دکتر، انجینیر، ژورنالیست. انجینیر صاحب سایلا جان گفتن تازه از سفر افغانستان برگشتن و من پرسان کردم که گفتم که چه خبر بود در آن ویرانه، گفتا خبر این است که افسوس افسوس. ما به گپ رسیدم. یک چیز دیگر که من میخواستم امروز از سایلا جان، من ایسا یک انجینیر جوان ولی مجرب، پرسان کنم که شنیدیم که میگن سیستم نقشه کشی و مهندسی کابل در کل افغانستان شبیه پشاور پاکستان. خب دهی من اشکال نمیبینم، چون مردم ما از پاکستان خاطری خراب داره، وقتی یک نقشه را میبینه
اینا طرف دیگه یا توجیه دیگه میتهم از دیده ما خواه اشکال نداره. ببینیم که از دید انجینر صاحب سوهیلا جان چقدر این توجیه داره این کار. شما چطور دیدین بلدنگا و تعمیرا و آسمان خراش های افغانستان؟ اما تو که خودت گفتی با کلی درست است. تمام بناها را که کار کردن شکل پاکستان دارن و متاسفانه به نظر من یک انجینیر خراب است، خوب نیست، به خاطر که افغانستان خودش از خود یک کلچر داشته، یک عنعنه داشته و یک بناهای طبیعی مثل سنگ طبیعی که ما در افغانستان داشتیم همیشه در بناهای کار تعمیرات او استفاده میشد. متاسفانه فعلا در بناهای افغانستان در تعمیرات زیادتر از سنگای کاشی که هیچ وقت رواج افغانستان نبود کار کردن، به رنگای مختلف سبز و آبی و سرخ و شیرچایی و رنگای عجیب و غریب. افغانستان زیادتر بناهایش شکل طبیعی را داشت، از سنگهای طبیعی که خود افغانستان مملکت کوهستانی سنگهای بسیار مقبول رخا ما دیگه داشتن که وقت استفاده میکردن سرش برنش میزدن بسیار مقبول بود. متاسفانه وجود نداره و این بسیار به نظر ما خوب نیست، خطر بزرگی است برای امو شکل اصلی افغانستان، به خاطر از اینکه شکل خود بسیار متو شکل چیپ میگیره. به نظر رایل چیست؟ رایل متاسفانه خرابی به این است که اما چیز آباد شده، تعمیرهای 15 منزله و 20 منزله و دیگه و اینا، اونا رو چطور پس دوباره تخریب کنی و چقدر مصرف زیاد کار داره. رایلش آل بسیار زیاد از این نقطه نظر خراب شده. بادزی اجازه نتن، بادزی باید کار کنه، وزارت شهرسازی و شاروالی تا که نقشه ها را تا ای که اپرووال نتن اجازه نتن که اعمار شوه. شما سفر شخصی داشتین یا رسمی؟ شخصی بودم دفعه. چرا خود رسمی مقرر نمیکنین؟ یک عالی و موالی و حسن دیوالی و کلبی و مقصود رفتن تحت عناوین مختلف. شما که یک شخص پروفشنال مجرب اندوختای از غرب وام ایالات متحده آمریکا دارین، چرا به خود حق نمیتین که در رأس یک هیئت رسمی برین و عمل کنین اونجا؟ ما بایر برتون باید بگویم که از سال که ما در امریکا آمده ایم، از سال 82، از سالهای 90 به این طرف در عضو انجمن انجینیرهای افغان در امریکا و ما اعضا داریم در خارج از امریکا و افغانستان و همچنان در اروپا. ما عضو شستم و فعلا به عیس رئیس هیئت مدیره امی انجمن کار میکنم. چندین بار افغانستان رفتیم برای کمک بر افغانستان و در وزارتخانه‌های مختلف و نظریات خود ما انجمن ما روان کرده. اما متاسفانه یک چیزی که ما را مایوس ساخته میره، ما هنوز مایوس نیستیم، گپ نمیشنیده نمیشه. چیزایی را که ما پیشنهاد میکنیم در تاخچه مانده میشه. ما حاضر هستیم همکاری رضاکارانه بدون پول. شما شنیدین اظهارات یک بانوی انجینیر که از ایالات متحده آمریکا اندوخته دارن با کادرهای جوان افغان که احساس ملی دارن، شناخت دقیق از وطن دارن بیاید. اینال اینا ما مستند گپ زدین. انجینیر صاحب سوهیلا جان با وجود که یک دختر جوان نازنین زیبا و خوشگل است، جرات میکنه میای افغانستان، شما زمینه را برابر کنین. میگه از دوست یک اشاره و از ما به سر دویده. این سندام گرفتیم انجینیر صاحب. مجددا تشکر از احساس پاک.